فوری سخنان تهدید آمیز فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای کشور جنجال ساز شد. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما باشید و چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش به تهدید فضل هادی مسلمیار چنین نگاشته است. با گزارش بی بی سی، مولانا عبدالله عضو کمیسیون انتخابات مجدداً تاکید کرد آرایی که از طریق دستگاه بایومتریک ثبت نشده اعتبار ندارد. آقای عبدالله در واکنش به اظهارات فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان که گفته آرای بدون بایومتریک را به زور بالای کمیسیون انتخابات می شمارد گفت اگر او واقعا چنین اظهار نظر کرده، کمیسیون شکایت های انتخاباتی مسئولیت دارد که به اظهارات آقای مسلمیار رسیدگی کند. در همین حال جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه در صفحه فیسبوکش در واکنش به گفته های توهین آمیز و تهدید آمیز فضل هادی مسلمیار چنین نگاشته است. اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به اظهارات تهدیدآمیز اخیر فضل هادی مسلمیار علیه مقامات کمیسیون انتخابات. آقای فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا اخیراً در نشست عمومی این مجلس در پیوند به اعلام به اعتبار بودن آرای بدون بایومتریک در انتخابات اخیر ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات تهدید آمیز نسبت به رئیس این کمیسیون نموده است. جمعیت اسلامی افغانستان این اظهارات غیر مسئولانه و استفاده از ادبیات آمیخته با تهدید را در شرایط حساس کنونی کشور به شدت محکوم می نماید. جمعیت اسلامی افغانستان با ذکر این که تهدید هر فرد کار مخالف قوانین نافذه افغانستان است، همچنان باور دارد که در شرایط کنونی نمایش زورگویی آن هم از جایگاه ریاست مجلس سنا به شدت حساسیت برانگیز بوده و ممکن سبب ملتهب سازی فضای داغ جامعه ما شود. جمعیت اسلامی افغانستان در حالی که همه را به التزام قوانین و حمایت از روند تقویت مردم سالاری فرا می‌خواند، از آقای مسلمیار می‌خواهد تا ضمن توضیح در مورد این اظهارات تخریش کننده اش از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات معذرت خواسته و از تکرار این گونه اظهارات از جایگاه ریاست مجلس سنا جدا خودداری کند. همچنان در ادامه ریاست اجرایی نیز واکنش نشان داده است. ریاست اجرایی سخنان غیر مسئولانه و تهدیدآمیز رئیس مجلس سنا را محکوم کرد. با گزارش سپوتنیک، ریاست اجرایی در پیوند به سخنان فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا نوشت. در ویدیوی که امروز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد، آقای فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا مسئولان کمیسیون‌های مستقل انتخابات را که اعلان کردند آرای بدون بایومتریک در انتخابات قابل اعتبار نیست، تهدید می‌کند که به زور و سر پدر آنان آرای بدون بایومتریک را می‌قبولاند. در ادامه اعلامیه ریاست اجرایی آمده است ریاست اجرایی این سخنان غیر مسئولانه و تهدیدآمیز را در برابر مقام‌ها و منصوبین کمیسیون‌های مستقل انتخابات محکوم می‌کند. هیچ کس حق تهدید کمیسیون‌ها، مسئولان و کارمندان این نهادها را ندارد. آقای مسلمیار باید این اخطار خود را هرچی سریع‌تر پس بگیرد و از کمیسیون‌ها معذرت بخواهد. ریاست اجرایی درباره پیگیری این سخنان نوشته است. همچنان به مقام‌های عدلی و قضایی کشور هدایت داده می‌شود تا چنین تهدیدها در برابر مسئولان کمیسیون‌ها را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند و با عاملان تهدیدها برخورد قانونی نمایند. این ریاست همچنین افزوده است نهادهای مسئول در حکومت افغانستان موظفند از روند تحکیم مردم سالاری در افغانستان پشتیبانی کنند و طبق قانون فضای امن و مساعد را برای کارمندان کمیسیون ها مساعد سازند تا وظایف خیش را مسئولانه انجام دهند، نه اینکه خود به مانع و تهدید برای مردم سالاری و زمینه سازی برای تقلب مبدل گردند. این در حالی است که محمد علم ازدیار نایب اول مجلس سنای کشور در بحث امروزیش در صفحه فیسبوک رسمیش چنین نگاشته است. کمیسیون های انتخاباتی باید به صورت بی‌طرفانه رایه های تقلبی و سیاه را از رایه های سفید واقعی مردم افغانستان جدا سازند و صرف رای بایومتریک شده مدار اعتبار قرار گیرد تا از یک سو عدالت انتخابات تأمین شود و از سوی دیگر اعتماد از دست رفته مردم نسبت به پروسه انتخابات احیا شود.
نایب اول مجلس سنا برگزاری انتخابات را به عنوان یک پروسه ملی و تداوم مردم سالاری یک موفقیت به مردم دولت افغانستان دانست. از نیروهای امنیتی، کارمندان کمیسیون انتخابات و مردم افغانستان اظهار سپاس نمود و به روح شهدای جانهایشان را از دست دادند درود فرستاد. آنها را قربانیان مردم سالاری خواند. ایزدیار دلایل عدم سهمگیری مردم در پروسه انتخابات و کمرنگی این روند را چنین برشمرد. 1. تهدیدات جدی امنیتی که از سوی طالبان طی اعلامیه‌های مکرر انتشار یافت و این تهدیدات جدی و واقعی بود. 2. بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات‌های گذشته، ریاست جمهوری 1393 و پارلمانی 1397 و وجود تقلب و تخلف واسه در انتخابات‌های گذشته. 3. بحث مذاکرات صلح و عدم علاقمندی همکاران بین المللی افغانستان در رأس ایالات متحده آمریکا به انتخابات و اولویت بخشیدن به پروسه صلح که این روند از سوی شماری از سیاسیون در داخل کشور نیز حمایت گردیده و هنوز هم حمایت می شود. 4. عدم موفقیت حکومت وحدت ملی در ادای مسئولیت هایشان و پرداختن به تعهداتشان که به مردم سپرده بودند، مانند تامین امنیت، مبارزه با فساد، ایجاد اداره سالم، از بین بردن فقر و بیکاری که در همه زمینه ها متاسفانه دستاوردهای ملموس وجود نداشت. ایزدیار در مورد پیشداوری های صورت گرفته راجع به نتیجه انتخابات گفت: هر دوی تیم در زمینه مقصرند، زیرا ابتدا معاون اول تیم دولتساز اعلام کرد که ما 60% رای را به دست آورده ایم. متعقباً تیم ثبات و همگرایی اذعان داشت که ما برنده انتخابات هستیم، حکومت آینده را بدون رفتن به دور دوم تشکیل می دهیم. امیدواریم که همه قانون پذیر باشیم و مسئولان تصمیم بگیرند. کمیسیون‌های انتخاباتی باید به صورت جدی و بی‌طرفانه به شکایات وارده رسیدگی نمایند و رای‌های سیاه و تقلبی را از رای‌های سفید و واقعی مردم جدا سازند تا باور از دست رفته نسبت به پروسه انتخابات بازگردد. یگانه راهی که می‌تواند رای سفید و سیاه را از هم جدا سازد رای‌های بایومتریک شده است. امیدوار هستیم که کمیسیون‌های محترم از سرنوشت اصلاحشان پند گرفته باشند و مسئولان عمل نمایند. در اخیر ایزدیار اظهار امیدواری کرد با توجه به شرایط دشوار و بحرانی که افغانستان به سر می‌برد و ما امروز شاهد جنگ‌های شدید در شمال شرق کشور هستیم، پروسه انتخابات در چوکات قانون و برخورد مسئولانه و قانونمند به پایان برسد تا افغانستان شاهد ثبات، قانونمندی و دموکراسی واقعی باشد. یادآوری میکنیم که امروز فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای کشور در یک مجلس به رئیس کمیسیون انتخابات گفت: آرای بایومتریک نشده را سرپدرت حساب میکنیم. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا به کمیسیون انتخابات هشدار داده که باید با آرای بایومتریک نشده اعتبار دهد، در غیر آن به زور متوسل خواهد شد و این آرا را سرپدر رئیس کمیسیون انتخابات حساب خواهد کرد. آقای مسلمیار در نشست امروز سه‌شنبه نوی میزان مجلس سنا در واکنش به تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر بی‌اعتبار شمردن آرای بدون بارکد بایومتریک گفت: با این تصمیم مردم از حق رایشان محروم می شوند. او افزود که بسیاری از کسانی که شناسنامه هایشان برچسب داشته به دلیل مشکلات در فهرست رای دهندگان از حق رای محروم شدند. رئیس مجلس سنا گفت که آرای بدون بایومتریک که بر اساس فیصله کارمندان محلی کمیسیون انتخابات به صندوق ها ریخته شده باید حساب شود. کمیسیون انتخابات هم پیش از برگزاری انتخابات و هم پس از آن اعلام کرده که رای بدون بایومتریک اعتبار ندارد، اما رئیس مجلس سنا این تصمیم را عامل ضایع شدن حق رای مردم عنوان کرد و در نشست امروز گفت: شنیدم که رئیس مجلس انتخابات گفته است رای بی بایومتریک را حساب نمیکنیم، سر پدرش حسابش میکنیم. به باور آقای مسلمیار آرای بدون بایومتریک که توسط نیروهای امنیتی ریخته شده تقلبی نیست و نباید از شمارش باز بماند. او در این حال تاکید کرد که این مجلس طرفدار شمارش آرای تقلبی نیست و هر گونه شکایت در این مورد باید از مجاری قانونی آن یعنی کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت و رسیدگی شود.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیو و مطلب بعدی، خدا نگهدارتان.